در آغاز آنها برای ادای احترام به قربانیان واقعات دهشت افغانی در پاریس لحظه سکوت کردند و سپس مناظره توسط هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین گشایش یافت که وی گروه دولت اسلامی را تهدید بین المللی عنوان کرد. باید به گروه دولت اسلامی به عنوان یک تهدید بین المللی از سوی یک شبکه تروریستی بین المللی نگاه کرد. این صرف مبارزه امریکا نیست. برنی ساندرز نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت همه این کشورها باید دست به کار شوند و در آن شامل گردند. این جنگ برای حفظ رویه اسلام است. سناتور ورمانت با اشاره به رأی سال 2003 خانم کلینتون برای جنگ عراق اظهار داشت. من در مورد حمله عراق بحث می کنم که شدیداً مخالف آن بودم و آن منطقه را به طور کل از هم پاشید و به ظهور القاعده و گروه دولت اسلامی منجر شد. خانم کلینتون و مارتین اومالی والی سابق ایالت مریلند تعهد خود را به آوردن 65,000 پناهنده به ایالات متحده که باید با دقت بررسی شوند تکرار کردند. من به هیچ وجه نمیخواهم سهواً به افرادی که مایل به آسیب رساندن به ما باشند اجازه دخول دهم. روز قبل به دنبال حملات پاریس نامزدان جمهوری خواه روی آن طرح‌ها تاخت و تاز کردند. رئیس جمهور ما میخواهد 250,000 دیگر را به سوریه داخل کند. به نظر من احمقانه‌ترین کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که افراد را که در صحرا زندگی میکنند و زبان ما را صحبت کردن نمیتوانند و فرهنگ ما را نمیدانند در طول زمستان به مینسوتا بیاوریم. هیچ یک از نامزدان معلومات اساسی تازه را در مورد استراتژی‌های خود برای مقابله با گروه دولت اسلامی ارائه نکردند. مناظره دموکرات‌ها بار دیگر در ماه دسامبر برگزار می‌شود که بیشتر روی مسائل تروریسم متمرکز خواهد بود. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.